نمونیمش دیگه، می نموییمش به خاطر اینکه مطمئن شدیم. خب چند محور صحبت بکنم دوستان. یکی این، ببینم یه لحظه این چیزو پیدا کنم، مطلبی که سند ما هستش. خط فرسته دو هیدن کنم نتیره دو مگه رفیق نبودی باش؟ حال میکنم این بیاد تو لایبم دنش کنم. ها به شوخی داره میگی ها؟ نه داداش شوخی ندارم. آره عرض کنم که الان زود دید فرار کنه بیت کنه، مطلبی نداره. اونو وزارت اطلاعات میدونه چی کار کنه، اطلاعات سپاه قوه قضاییه خوب میتونن به دست بیارن. دوستان جریان از این قراره، اول توضیح بعد سند. من تو لایو مازیار بودم، غلط و درست قاطی بود. حالا هر کسی که فرستاده براش از هر طریقی به دست آورده، اون رو تعیین تکلیفش با وزارت اطلاعات و نهادهای مسئوله. من یه کاربر هستم، نه عضو جمهوری اسلامی هم از ارگانها و نهادهاش، فقط عضو تحصیلی حوزه علمیه هستم. یه طلبم، روحانی هم نیستم، آخوندم نیستم، یک دانشجو و دانش آموخته علوم دینی هستم. به حسب عقایدم از اسلام و اصل نظام و رهبری دفاع میکنم. منتقدم هستم، همه مشکلاتم قبول دارم. کینه شدیدی هم به آمریکا دارم که هم باعث کشته شدن و شهید شدن عموی من، دو تا رفیقام، پسر عمم، نمیدونم فرزندان این مرز و بوم شده. و همچنین اسرائیل و مجاهدین خلق و اینها. بعد عرض کنم که آمار ما رو اومد داد درست و غلط مازیار، ولی منبع داخلیشو نمیدونستیم. امروز اومد تو لایوش آمار سید جلال رو خواست بده. خدا خواست و این فرد بعد از اینکه شات رو نشون داد از آمار سید جلال تو قضیه من میومد میخوند رو گوشیش، تو این قضیه اومد شات نشون داد، خودشو کوچیک کرد برد بالای صفحه چهرهشو، شات گذاشت از کسی که آمار داده. این یه تیکه رو میذارم تا بگم به چه علتی ما یقین پیدا کردیم که شخص آقای اکبری بوده این آمار رو داده. ببینید این لایو رو، خودم هم رکورد کردم، اصلا نیازی نیستش تهمت بهت بزنم مازیار. مثل تو که میگی 17 پرونده دارم اینا، میگی که مادرم افغانستانی هست و هزار دروغ دیگه با اون بیناموس بابک، نیاز نیستش. ما فقط میگیم حقیقت تنها راه مبارزه با تهمت و دروغ هستش. اینجا رو ببینید دوستان. تو دیر اومدی تو افشاگری سوتی میدی مازیار. بله بله شما بودید اول لایو گفتش، یعنی اون که واسم فرستاده عکس چی تو گذاشته رو پروفایل. بله تو دایرکت بهم گفته. بله بله من میرم حالا قسم دروغ خوردنش هم افشا میکنم که این فرد قسم دروغ میخوره، مادرش اونقدر براش بیارزشه میگه به مرگ مادرم دروغ، اونم ثابت میکنم الان. فقط ببینید پای تریبون چه کسی دارید میرید دوستانی که فالوورش هستید. از وجودش مثل تو بی وجود نیست. دوستان دقت کنید، اینجا یه شات آورد. خب این چهره خودش، این شاتی که آورد، این عکس سید جلال. پایینش چیه؟ عکس مشخصات سید جلال اکبری.
این تصویر آقای اکبری هستش. خب که الان توی این چیز کیفیتش کمتر مشخصه، ولی تو شاتای دیگه و موقعی که این لایو تموم میشه بهتر مشخص میشه، بهتون نشون میدم. خب اینجا اگر این فرد میدونست نباید اینو نشون بده، اگر مازیار میدونست نباید اینو نشون بده، خیالی براش نبود، لایو ادامه میداد. اینجا فهمید سوتی داده، لایو سریع قطع کرد. نگاه کنید چهره شو ببینید، سریع زد لایو قطع کرد. خب اینجا لایو قطع کرد. اینم عکس آقای اکبری، میبینید که دوستان خوب مشخص اکبریه. حالا باز لایو شروع میکنه، تصحیح کرده اون عکس رو برداشته. اگر تو داری میگی این پروفایل ساختگی اومده و با آگاهی اینو گذاشتی، چرا همون اول تصحیح نکردی؟ چرا لایو بستی تو بعدیش که اومدی اینو گذاشتی؟ تو بعدیش که اومد، البته صد جلال گفتش که این مشخصاتش نیه الا شماره‌ای که خودش داده، تو بعدیش که اومد دیگه نیستشون اکبری که بود، رفت تصحیحش کرد، رفت شاتو طوری گرفت که معلوم نباشه پروفایلو کی فرستاده اینو. این دلیل ما هستش. خب بعدش من بهش چیز دادم، عرض کنم کامنت دادم، گفت نه اکبری کجا بود، اکبری چیه فلان و اینها. خب این از این. بعد عرض کنم که مطلب دیگه برای دروغگو بودن این فرد در مورد قسم خوردنش، این قسمی که میگه میخوره، دروغگو بودنش رو الان براتون ثابت میکنم. ببینید قسم جان مادرش رو میگه، به مرگ مادرم شما گول میخورید فکر میکنید راستگوه و اینا. خب این الان پیج مازیار، این میرم تو پیاما برسونم به اونجا. یه قسم دروغ اینجا خورده. خب میگه ولی در مورد تو همیشه با تمسخر فلان اینا، یا ولی در مورد مناظره به مرگ مادرم متوجه نشدم که گفتی بیا با هم مناظره کنیم. مرگ مادرشو قسم خورده. این پایینم اومد امروز تو دایرکت به من گفتش که چی گفتش، اینجا هم یه قسم جان مادرش رو خورد. وای سیده لحظه، حالا دیگه الان خود جلو خودتون خورد دیگه، گفتش به جان مادرم، به مرگ مادرم این نداد، اینها به جان مادرم اون نداد، کو به جان مادرم اون نداد. خب گفتم ما تو الان مراعات بدبختیشو میکردیم، با جهادی جنگیدم به خاطر اون معلوم لوقا، اما میزان نام، اما دیدی میزان نامرد بودنش رو. گفتش صد تا، حالا دیگه توضیحات خودش رو بود. قسمشو میخوام براتون نفی بکنم که این فرد قسم دروغ میخوره. باید با این یکی هوشی بیام بالا، میرم پایین، باز بیار بالا بی زحمت. سلام آقا حامد. عرض ادب و احترام، من گفتم که تا های معزوم میاد بالا یه سلامی عرض میکنم خدمت شما. بنده واقعا خوشحالم که لایو شما بسیار پربار شد آقا حامد، واقعا خیلی خوشحالم از صمیم قلب. گفتم که میخواستم ببینم حالا که 70-80 نفر تو لایو تن، شاید منو گفتم شاید منو نشناسی. منو میشناسی الان؟ نه بچگی آرزو داشتم بیای تو لایوم دیدنت کنم، نشناسم. خب مأذون اومد، مأذون اومد. من پایین درخواست ویدیو چک دارم، مأذون بیاد بالا ویدیو چک میخوام. آقا کاری چیزی نداری، منو هیدن نکنی تو رو خدا حامد جان. قربونت برم، قربونت برم، خدافظ، خدافظ. نه تیرت آقا، من از اون درخواست بیارمتون بالا. هم فراد یه تو لایوهاش منو آدم حساب نمی کن، از جواب سلام هم نمی کن. جانب محسوم هر کامنت بیارم.
قبلیه اومد گفت به مرگ مادرم نفهمیدم که تو گفتی مناظره کنیم. الان بذارین یه بار دیگه اونو نشون بدم. آره محسن افتاده پایین. آقا من چرا افتادم پایین؟ من نمیدونم. من نمیدونم اصلا، متوجه نشده. دن سرویس رفته پاک کرد اون بخشی که گفتم که نشونتون دادم، گفته بود دیدین دیگه، گفته بود به مرگ مادرم نفهمیدم که چقدر بدبخت ترسوه، نمیتونه رو حرف خودش چیز کنه. رفته پاک کرده توی چیز، الان پا پیداش نکردم. ولی دیدید که نشون دادم، گفته بود به مرگ مادرم نفهمیدم برای مناظره نشون دادی. ما که همه دیدن تو همین لایف هستی. آره دیگه هستی تو همین دیگه. خب حالا سندم چیه برای دروغگو بودنش؟ سندم اینجا هست دوستان، ببینید اینجا رو ببینید، اینجا هست محسوم هستم. اینجا رو بیان کنید آقای پوفیوزیان، آخون مجموعی پوفیوزیان در امریکا، در امریکا در جمعیت 100,000 نفر 1,800 تا 100,000 جمعیت بشتید دارد، در ایران 800 تا. اگر 800 تا امریکا رو با 800 تا ایران مقایسه کنیم، این اگر از 1,800 تا 800 تا ایران و 800 تا امریکا بذاریم، میزان خودکشی در ایران بیشتر از امریکاست. فهمید؟ میگه تو میدونی من نمیارمت، میدونی من عذرخواهی نمی کنم از فوش به رهبر و اینها، به خاطر همین تو میگی که باید عذرخواهی بکنی تا بیام بحث کنم. اینجا من دارم میگم الان برو لایو بگی مازیار،
یعنی از اون شرطم گذشتم. حالا که داره اینطوری ادعا میکنی میگی من از ترسمه، کامنت ها رو ببند حامد، کامنت ها رو ببند. حامد هستی؟ بله بستم. ببخشید الان برو لایو بگیم، یعنی من از شرطم گذشتم، عذرخواهی نمیخواد، بیا مناظره کنیم. ببین همین هستی بهش میفهمم من کنم این جزونه رو سیف کنم دیگه، در ببین الان برو لایو بگیم این داره میره میبینن اون من خواستم جواب که بگم ما توی ایران به قهوه نمیتونی بکنی، من ریدم بهت، من روزی سه ببین میگه قهوه نمیتونی بکنی، یعنی دید کامنتمو، گفتم قبلیش گفته بودم بیا قهوه ایت کنم فلان، من میگم اخوندی تو مملکت تو چیزی نداری بگی محسون، تو یه مش حرف تکراری رو دو سال داری میزنی، ببین تو دو سال داری یه مش حرف تکراری، تو یه آخونده کشی، تو هیچی نیست کلاش باگرد هیچی نیستی، تو رو انگوشتا توشون انگوشتا سه انگوشتی بود یا دوتایی ایستیتکشن که نداشت، بوش کن مجبر خامنه ایتون ایستیتکشن اما یه حفظ همون بای رهبرم اون صورت ده تو ایرانم، من رهبرم، من مبده این جمله هستم ما زیار، پای رهبرم رو صورته، اونم توهین میکرد به رهبر عزیزم، حتی صرف پا بود که آره، حالا اینجا بقیه شو ببینیم اون من با شماست درم یه برو لایک بود اما سه انگوشتی تو انگوشتی یه انگوشتی اون پیاس که نمیداره احیانا باش کن مردی که تو مرگری میشه بعد ببین یه چیز تو حرفتو گرفتن دست دهن تو میگم گفتی کسرت نشاندهنده درستی نیست، کسرت خوزو چطور شد موقعی انقلاب که صحبت میشه صحبت از کسرت بشه مازیار، میشه خواهش کنم یه لایک بزن، منم میگه لایک بزن بیام پرایم تو صحبت کنم، ببین تفهیم کرد دقیقاً اومن بهش که محزون داره میگه لایو بذار بیام تو لایو صحبت کنیم، یعنی مناظره کنیم بحث کنیم، نه گفت نمیخوام گفتم پس گفت نمیخوام دوستان دیدید که میگفتش که من نمیدونم فلانت میکنم بیسارت میکنم تو بحث، گفتم همین الان لایک بذار، گفت نه نمیذارم، یعنی فهمید من دارم میگم لایک بذار بیا مناظره بکنیم، بعد اومد تو دایره گفت به مرگ مادرم من اینو نفهمیدن، این جز دروغ چیز دیگه ای میشه گفت؟ فقط همین برداشت میشه کرد دیگه، اومد بعدش مرگ مادرش رو دروغ قسم خورد، الان هم داره قسم میخوره به مرگ مادرم قسم که اکبری به من نداده اونا رو، الان هم باز داره دروغ میگه، وقتی به دروغ میگه من 17 تا پرونده دارم و وقتی میگم سند بیار مثل خر تو گلگیر میکنه نمیتونه، اینم دروغ دیگهش بود، بعد وقت مثل موقعی که به دروغ میاد میگه مادر این افغانستانی من شناسنامه رو میکنم که مادرم الان بالای 60 سال زیر 70 سال هستش، یعنی بین 60 تا 70 سال، چون من دو تا داداش بزرگترم دارم، خانواده ما چند تا عضو داره از من بزرگترم، من خانم کوچکترین بچه هستم دوستان، یعنی 60 سال پیش 70 سال پیش مهاجرین افغانی اومدن توی تهران شهر ری شناسنامه گرفتن، بعدش هم مازیار تو لایوت میگفتی که سال 60 خورده ای مادرش اومده شناسنامه افغانستانی گرفته، ببینم مگه به افغانستانی شناسنامه میدن که میزنه از شهر ری، یه کارت بهشون میدن کارت تردد در داخل، شماره شناسنامه و محل صدور برای ایرانی ها هستش، خفه شو کسافت محسن اکبری جاسوس احمق، بودو گمشو بیرون، آشغال امشب برات یک لایوی میگیرم، اکبری پزون داری، اکبری پزون داریم، هر اون لقمه منو میفروشی، آمار منو میدی، هر گوهی دست آوردی آمار سجلالو میدی، تو باید نماینده مازیار بشی سر قرار حضوری که باش گفتم باید بیای آخوند پشی بکنی، تو باید بیای، تو آخوند منافق متظاهر که لباس آخوندی میپوشی، ببینید دوستان الان اومد دیگه خودش رو کرد داره میگه انگشتی، پرده نفاق رو زدم کنار دوستان، ببینید حقیقت انقدر قدرت داره، الان دیگه نفاق رو زد کنار،
خودشو داره نشون میده. بایدم اینطوری بگی، بایدم بیای دیگه تو میدون و مبارزه بکنی برای اون چی که عقیدته. من عقیدم اینه که آقا چی؟ اسلام و نظام اصلش درسته، رهبری اصلش درسته، تو عقیدت همکاری و جاسوسی برای کسی هستش که آخوندکشی رو داره ترویج میکنه. یعنی توی هارون لقمه رو میخواد بکشه، میری بهش دیگران رو میفروشی، میری حامیان رهبری رو میفروشی. اوج پستی، اوج بیشرفی. دوستان من این رو یه لحظه ببخشید سند بگیرم، داره فوش ناموس میده، گفت جاکش توی. خب بعدی تو بگو، بعدی تو بگو، منتظرم. همه اون یه سالی که رود مراد کردم هم به پرونده‌ت اضافه میکنم، فهمیدی؟ تو با بچه شابدلزیم طرف هستی. 1250 سال خاندانم اصالتش تو شابدلزیم بوده. میتونی رجوع بکنی به مفاتیح الجنان، زندگی نامه حضرت عبدالعظیم رو ببینی، ببینی عبدالجبار کی بوده. 1250 سال تهران نبوده، ما اصالتمون شهر ری بوده. شجره نامه داریم توی مفاتیح الجنان هم از جد ما عبدالجبار بوده. اون وقت توی عوضی بیای اینطوری بخوای دور بزنی، من برم با جهادی بجنگم به خاطر اینکه با تو تعهد داشتم، تو بری پشت بزنی به من، آدم فروشی بکنی، خیانت و جاسوسی بکنی، اوکی؟ دیگه الان مواجه میشی با قوه قضاییه، آقای رئیسی اومده، منم تو ستاد آقای رئیسی بودم زمان انتخابات، از وساطت استفاده میکنم برای اینکه بگم آقا حرف من حقه. میگم منو که میشناسید، معرفی میکنم خودم و سابقم و اینم دلایلمه. اگر میخواید بیشتر بررسی کنید حقانیتمو، خودمو دارم معرفی میکنم، پارتی بازی هم نیستش. یه جاسوس شناختم به مجاهدین خلق داره خیانت میکنه، آدم فروشی میکنه، داره به ارتش امریکا، اون کسی که عضو ارتش امریکا بوده، اون کسی که میخواد آخوندکشی را بندازه، فحاشی به رهبرم میکنه. امروز تو لایوش میگفت 7 میلیونید، همتون هارون زاده اید، همتون مادر فلانید، داره به اینا آمار ما رو میده که اون طرفم آدم بفرسته ما رو بزنه. من وجودشو دارم، قوه قضاییه، من باش قرار میذارم، یه هفته بهش مهلت دادم، بی وجوده نمیاد سر قرار. ولی یه نفرم اینجا ستون پنجمه، خائنه، جاسوسه، هشتک میزنه آخوند اکبری، آخوند مردمی. ریدم تو لفظ آخوند مردمی که تو خودتو مردمی میدونی، متوجهی؟ تو آخوند امریکایی هستی، چون به کسی که عضو عرض کنم چیز بوده، ارتش امریکا بوده، الانم افتخارش اینه که داره امریکا امریکایی بودن رو ترویج میکنه بین ما، داره جاسوسی میکنه. تو در همین حد هستی، تو باید لباس آخوندی رو از تنت بیرون بکشن، بعد بندازنت هلوفتونی بشه رو خیانت و جاسوسی. این فرقش با قوه قضاییه هستش دیگه. الان هم داری لایو رو چی میگن فیکه؟ اگه فیک باشم که همون فن پیج بیناموسشه دیگه، چون فن پیجش بیناموسه. گرفتی؟ دقیقا بایستو ببینم اکبری، من تو این فضای مجازی نابودت میکنم. میتونی نابودم کنی؟ بسم الله. تا الان مراعات میکردم برای جوانمردی، پایبندی و تعهد. دوستان بذارین یه لحظه به من الان خود اکبری چیز داد، با این مقایسه کنم. حرفایی که گفتم که همش مستحق اکبری بود، ولی اگر این فیک باشه یه بیناموسم به این فیکه میگم. خب یه دونه از کامنتاشو پین کن، این فیکی که اومده. خب محسن.a.8833 نه دقیقا خودشه که ای محسن.a.8633 این هم که الان به من پر خودشه محسن.a.8633 اینا ها جواد یه اینقدر شیر نکن بابا اینا ها محسن داد ای داد ۸۶۳۳ شما پیدا کردید؟ مده میگه سلام. ببین آقای معزوم، من نه حرفی زدم نه چیزی، ولی اینکه داری فحاشی میکنی من بلدم. خب باشه جواب تو رو بدم، دمام فحاشی گری خودتی، اگه ادامه بدی مجبورم دیگه جور دیگه جواب بدم. حتما جور دیگه جواب بده و عرض کنم که فحاشی تو کردی که جاکش گفتی. ببین خودشه که علکی رفته
آقا اینا ها محسن داد ای داد 8633 دیگه، یه دونم داد بین 33 داره، این هم خودش، یه دونم خط، نه این هم خودش محسن داد ای داد 86 داد 33. نه این خط فاصله است. کدومش خط فاصله؟ این که تو لایبه آقا، این که تو لایو محسن دات ای دات 86 دات 33 این هم اینها محسن پینو میبینی؟ پینو پین کردم من میبینم هری نوشته. آره بین 83 نقطه نیست، خط فاصله است. اینها نقطه است، اینها علامت شات هم میگیرم نقطه است. داداش کی میگه نقطه نیست؟ برای شما نقطه است، برای این نقطه نیست. برای اینم نقطه است اینها، برای اینم نقطه است اینها، اون نقطه است دیگه. این الان خط فاصله است برای من. آقا اینم که پین کردی نقطه است، کی میگه؟ من شات گرفتم. بین 86 و 33 خط فاصله است. آقا من الان با اون یکی گوشی میارمش بالا، میارم عوض کرد باز اسمشو، اسمشو عوض کرد. این کارا این کثافت کاری زیاد بله. چرا بله عوض کرد؟ این کثافت کاری زیاد بلده، مشتشو اندفعه بگیرم. من درست میگم خب، اینقدر آدم لاشیه، لباس و تنت در میارم. حالا ببین، حالا ببین تو، من به خاطر یه حاشیه‌ای که به نامردی برام زدم خودم لباس رو در آوردم که اگر هر اشتباهی بکنم به اسم لباس تموم نشه. تو بیای لباس بپوشی به نجفیان بگی فلان اون کسی که تو فیلمه تو فلان زنت، بعد به همه هارون‌زاده بگی، بعد بگی اسرائیل قاصب نیست، بعد بگی پیامبر شست پاخور بوده و از این مضامین، هنوزم لباس به تنت باشه، تا جایی که بری آخون بفروشی، بری به کسی که آخون کشی رو داره ترویج میکنه کمک کنی، لباس از تنت در میاریم دیگه. جاسوس نامرد بی شرف پست در میاریم. آقا من مواد زدم، هروئین زدم، شیشه زدم، چی بگم؟ نه حواست زدم. آقا من بینه، من الان شات گرفتم خب، آقا محسوم نیا کن، بین 86 و 33 یه خط فاصله است. شما نقطه دیدید، من دارم خط فاصله میبینم. کو من الان نیا کن، الان معلومه پایین پین کردم. خب ببر پایین نمیاد پایین دیگه. آره حالا من دیگه گفتم سندم هم رو کردم، هر کسم که بگه آقا ایشون میتونه بره اتهام بزنه به من دیگه، میتونه بره دفاع کنه خودش، بگه نه آقا من جاسوسی نکردم، به مازیار آمار افراد رو ندادم. تو چقدر آدم حروم لقمه‌ای هستی که به خاطر شهدایی که ضد امریکا بودن، ضد اسرائیل بودن، تو نظام جمهوری اسلامی بودن، امنیت ایجاد کردن، که زنت الان تو امنیت باشه که مدیون خونه اون شهدا هستیم، رفتی آمار ماها رو میدی که امنیت خانواده ما مخدوش بشه. من که قومم که هر اون لقمه خانواده‌م اونجا هستن، شماره من شماره‌مو به خود رفتم تو اجازه می صحبت کنم؟ بله. من شماره خودم رو به تو داده بودم اکبری، به واسطه شماره‌ام که این که اصلا غلط بود، یه سری آماراش یه سریش درست بود، از جمله شماره خب توش البته اشتباه داشتش، ولی من حرفم اینه از طریق شماره هم این میتونه بره آمار به دست بیاره. شماره منو داشتی رفتی دادی، اگه آمار به دست بیاره، آدرس به دست بیاره، امنیت خانواده منو زیر سوال میبره. تو انقدر هرون لقمه ای، نون این نظام که برات امنیت ایجاد کرده رو بخوری و به بچه هایی که طرفدار نظام هستن بزنی. خب ما دهنتو سرویس میکنیم. خب ما دیگه الان خیلی باید پست باشیم که انقدر حالو باشیم و باز به حرفای تو اهمیت بدیم. دوستان بزرگوار من بیشتر از این دیگه مزاحمتون نشم. عرض کنم مازیارم هر چقدر دوست داره بیاد بگه، نمیدونم تو